تیتر اول امشب ادامه بمباران غزه از سوی اسرائیل و پرتاب راکت از سوی حماس، افزایش تنش‌ها در مرز شمالی و حمله اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان. اسرائیل در آماده باش کامل برای حمله زمینی به نوار غزه. آمریکا به ایران برای مداخله در جنگ هشدار داد. همزمان استقرار ناوهای آمریکایی در آب‌های مدیترانه. تازه‌ترین‌ها با خبرنگارانمون در منطقه. استفاده از سلاح‌های با منشأ جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل. ابزرور فرانس 24 نوشت سلاح‌ها و فناوری‌های جدیدی در این حمله استفاده نشده، اما برنامه‌ریزی و هماهنگی جدید بوده. گفتگو با نویسنده این گزارش در تیتر اول امشب. جامعه در شوک. قصد داریوش مهرجویی و همسرش در منزل شخصیشون در کرج. مرگ کارگردان مشهور ایرانی در ابهام. چرا مهرجویی از مهم‌ترین سینماگران ایرانی بود؟ به تیتر اول خوش اومدید. وقت شما بخیر. جنگ اسرائیل و حماس در روز نهم تنش‌ها رو در خاورمیانه تشدید کرده. در همین ساعت ارتش اسرائیل مواضع حزب الله رو در لبنان هدف قرار داده. در جنوب حماس به پرتاب راکت ادامه میده، اسرائیل به بمباران نوار غزه. ناوهای آمریکا در دریای مدیترانه مستقر شدند. همزمان اسرائیل آمادگی کاملش رو برای حمله نظامی به غزه اعلام کرده و به حزب الله هشدار داده که از اونچه برای حماس رخ میده درس بگیره. امروز مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ایران درباره تشدید درگیری‌ها هشدار داد. جک سالیوان گفت تشدید جنگ بین اسرائیل و حماس میتونه به احتمال دخالت مستقیم ایران منجر بشه. ما نگران هستیم. ما خطر جدی تشدید تنش در مرزهای شمالی رو می‌بینیم و به همین دلیل است که رئیس جمهور بایدن صریح و قاطعانه گفته است که هیچ دولت و گروهی نباید به دنبال سوء استفاده از این وضعیت به نفع خود باشد و نباید اوضاع را متشنج‌تر کند. در واقع ناو یو اس اس آیزنهاور از ایالات متحده به منطقه فرستاده شده است تا ظرفیت بیشتری برای پاسخگویی به هر گونه اتفاق احتمالی داشته باشد و همچنین پیام بازدارندگی روشنی ارسال کند که هیچ کس نباید در این موضوع دخالت کند. باید این را تاکید کنم که ما به نظارت دقیق اوضاع در مرزهای شمالی اسرائیل ادامه خواهیم داد. در پوشش ویژه روز نهم جنگ در تیتر اول خبرنگارانمون در اسرائیل و سراسر جهان شما رو در جریان تازه ترین رویدادها قرار میدن و با همراهی تیمی از زبده ترین کارشناسان جنگی که در خاورمیانه بین اسرائیل و حماس سر گرفته رو از زوایای مختلف بررسی میکنیم. ابتدا میریم به اسرائیل، جایی که همکارانم اردوان روزبه از مرزهای جنوبی اسرائیل با ما همراه میشه و ابوبکر اسحاقی از تل آویو. ابتدا بریم به جنوب. اردوان، راکت پراکنی های حماس ادامه داشته و همینطور میبینیم که بمباران غزه از سوی اسرائیل. خب نیوشا، من امروز تا دقایق پیش در شهر سترود بودم، شهری که یکی از بزرگترین شهرهاست که در کاملا در مرز غزه قرار داره و با فاصله حدود نزدیک به 2 کیلومتر کاملا به نوار غزه میتونیم بگیم نزدیکترین شهر هستش که با این بزرگی هستش. اما بنابر درخواست پیش از این شهردار این شهر قرار شد که این شهر تخلیه بشه و امروز این اتفاق افتاد. رسما از ساعت 11 به خاطر اصابت راکت‌های مختلفی که عموما به شهروندان میخورد و هدف مشخص و مستقیمی نداشت، اعلام شد که از ساعت 11 صبح امروز اتوبوس‌های به دنبال مردم خواهند آمد و کمک میکنند که اونا از شهر خارج بشن. اونها میرن بیرون با حمایت مالی که دولت خواهد کرد، اونا در هتل‌ها مستقر میشن در جایان و به محض اینکه وضعیت دوباره به حالت عادی برگرده به خونه‌هاشون برخواهند گشت. اما در غزه ما از این طرف از نزدیکی مرز کاملا در جنوب صدای انفجارها رو میشنیدیم. بمباران‌ها هنوز ادامه داره در غزه، اما عملیات زمینی از جنوب هنوز آغاز نشده، به رغم اینکه من در نزدیکی‌های نوار غزه تعداد بسیار زیادی خودروهای زرهی سنگین و همچنین سربازان رو در اطراف شهر سدرت میدم، اما به نظر میرسه که هنوز هم اسرائیل داره بسنده میکنه به بمباران مناطق شمالی غزه.
در داخل غزه آنچه که ما میدونیم این هستش که به رغم اینکه اسرائیل هنوز این امر را عقب انداخته، اما روند انتقال به جنوب خیلی سرعت کمی داره. بیمارستان هایی که هنوز بیمارانی دارن، سازمان ملل میگه که اونها به این راحتی نمیتونن تخلیه کنن، اما اردن هم ساعتی پیش اعلام کرده که خط قرمزش مسئله افراد و مردم در نوار غزه و در شمال هستش. من فکر میکنم با شرایط موجود ما باید با توجه به آمادگی نیروهای نظامی ارتش منتظر باشیم که بخواد عملیات زمینی شروع بشه، اما به تعبیر من این عملیات به خاطر اینکه مردم بتونن از منطقه خطر خارج بشن داره عقب میفته. ممنون از توضیحات. در دوام بریم به تل آویو. بابک، راکت هایی به سمت تل آویو هم پرتاب شد، به ویژه همزمان با حضور سناتورهای آمریکایی در این شهر. دقیقاً 8 دقیقه پیش دوباره آژیر خطر در اینجا به صدا در اومد و مردم به پناهگاه ها رفتند. دقایقی پیش هم دوباره صدای انفجار مهیبی در تل آویو به گوش رسید بدون اینکه آژیری به صدا در بیاد. هنوز معلوم نیست که این صدای انفجار از موشک بوده و یا اینکه صدای گنبد آهنین است. به سختی میشه تشخیص داد که صداهای مهیبی که بر آسمان تل آویو به گوش میرسه صدای بمبی هستش که موشکی هستش که بر زمین افتاده و یا صدای گنبد آهنین هستش. در هر صورت در نقشه‌ای که اسرائیل انتشار داده، تل آویو در اون در به خط قرمز مشهور هستش و در این خط قرمز آموزش و پرورش اجازه درس خواندن در مدارس را نمیده و در زوم و به صورت مجازی مدارس میتونن کار بکنن. در کنار اون فقط کارهای ضروری هستش که در تل آویو میتونن مردم به سر کارشون برن. در هر صورت امروز من در شمال اسرائیل هم بودم و شاهد تبادل آتشی که نیوشا به نظر هنوز به صورت موش و گربه بازی هستش که یکی حزب الله لبنان میزنه، یکی اسرائیل پاسخ میده و هنوز اون واکنش و اون جنگی که امکان هستش که اتفاق بیفته، یعنی بمباران شدید جنوب لبنان و زیرساخت‌های لبنان توسط اسرائیل آغاز نشده و موشک اندازی‌های بزرگی که انتظار میره حزب الله این توانایی داره که انجام بده هم هنوز انجام نشده. به نظر میاد که هر دو تن در حال حاضر، هم حزب الله لبنان که حاضر نیست در شرایط حاضر وارد یک جنگ بزرگ با اسرائیل بشه که بدون شک زیرساخت‌های کل لبنان را به خطر خواهد انداخت، و در اون سوی اسرائیل که در غزه در حال جنگ هست حاضر نیست که در حال حاضر وارد یک جنگ دیگه در جبهه دیگر بشه. اما در هر صورت همانطوری که می‌بینی در اینجا در چند روز اخیر همه چیز امکان اتفاقش وجود دارد و بعید نیستش که ما فردا از خواب پاشیم و ببینیم که جنگ بزرگی در جبهه شمالی هم اتفاق افتاده. ممنونم از هر دوی شما، بابک اسحاقی همکارم از تل آویو و دیگر همکارم اردوان روز که از جنوب اسرائیل ما رو در جریان تازه ترین ها از جنگ اسرائیل و حماس گذاشتند. با گزارش ویژه روز نهم جنگ بین اسرائیل و حماس در تیتر اول همراه شما، این وزیر دفاع اسرائیل گفته جنگی مرگبار در راهی که وضعیت رو برای همیشه دگرگون میکنه. او گفته اسرائیل سازمان حماس رو محو و نابود خواهد کرد. تنش‌ها در مرز لبنان بیشتر از روزهای گذشته بوده. در مرز نوار غزه فعالیت‌های نظامی بیشتر از دیروز بوده. پهپادهای شناسایی مدام در حال پرواز هستند و حمله هوایی به مواضع حماس ادامه داشته. راکت‌های حماس هم شهرهایی از جمله اسرائیل از جمله تل آویو رو هدف قرار دادن. دیشب رهبر حماس اسماعیل هنیه و امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کردند. به گزارش اکسیوس ایران به اسرائیل هشدار داده و گفته جمهوری اسلامی خط قرمزهایی داره و اگر اسرائیل به نوار غزه حمله زمینی انجام بده وارد جنگ خواهد شد. آمریکا هم امروز درباره دخالت ایران هشدار داده. فعلا تنش همچون روزهای گذشته در مرز لبنان و نوار غزه بوده. ما
مشخص نیست منظور از دخالت ایران در صورت حمله زمینی اسرائیل چیه و آیا این دخالت مستقیم خواهد بود یا غیر مستقیم. شبه نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران در اینجاها مستقر هستند، یعنی سوریه، عراق، یمن و حزب الله در لبنان. رئیس امور استراتژیک وزارت خارجه اسرائیل هم گفته جمهوری اسلامی با ارسال تسلیحات به سوریه قصد ایجاد جبهه جدیدی از جنگ علیه اسرائیل داره. اسرائیل در سه روز گذشته دو بار فرودگاه حلب و یک بار فرودگاه دمشق رو مورد هدف قرار داده. فرودگاه هایی که با ماشین نزدیک به 4 ساعت با هم فاصله دارن. اگر همه جبهه هایی که نیروهای شبه نظامی مورد حمایت ایران در اونجاها حضور دارن علیه اسرائیل فعال بشن، کار اسرائیل بسیار بسیار سخت خواهد بود و در اون صورت ممکنه دخالت نظامی ایالات متحده غیر قابل اجتناب بشه. از آن سو اینها مناطقی در نوار غزه است که اسرائیل گفته باید تخلیه بشن و تا این ساعت هم بسیاری از ساکنان خانه هاشون رو ترک کردن. اسرائیل امروز هم کوریدوری رو مشخص کرده و از ساعت 10 تا 1 بعد از ظهر به وقت محلی به غیر نظامیان وقت داده تا از اینجا خارج بشن. اون خط زرد رو که میبینید خیابان صلاح الدینه که اسرائیل خروج ایمن غیر نظامیان رو تضمین کرد. این در حالیه که حملات راکتی حماس به اسرائیل همچنان ادامه داره. برخی رسانه ها اعلام کردند به علت شرایط آب و هوایی حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه چند روز عقب افتاده. پیش بینی هواشناسی نشون میده دست کم امروز بعد از ظهر و فردا هوا در مرزهای غزه ابری و بارانی خواهد بود. طبق پیش بینی های فعلی از روز جمعه به بعد هوا صاف میشه. تا همین حالا هم شاهد یک فاجعه انسانی چه در اسرائیل و چه در نوار غزه بودیم. آمار کشته‌ها تا صبح امروز روی هم رفته نزدیک به 3700 نفر بوده. نزدیک به 12000 نفر هم مجروح شدن و بیش از 500000 نفر آواره شدن. آمارهایی که در صورت آغاز جنگ زمینی میتونه ابعاد وحشتناکتری پیدا کنه. تلاش برای خروج شهروندان خارجی از نوار غزه، تشدید تنش‌ها در مرز لبنان و خط و نشان کشیدن‌های ایران، همه و همه خبر از روزهای غیرقابل پیش بینی در روزهای آینده میده. برای بررسی این موضوع همراه میشم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل. آقای آریان، فکر میکنین که اسرائیل چه زمانی از حمله زمینی رو آغاز بکنه و فکر میکنین چه ابعادی خواهد داشت این حمله؟ خوب، اسرائیل فعلا حمله زمینیش رو به عقب انداخته. به باور من مسئله هوا رو پیش کشیده، ولی بیشتر شاید به خاطر این باشه که فرصت بیشتری بده به اون 1.1 میلیون نفری رو که میخوان از اون راه‌های تعیین شده برن به طرف جنوب و یه انگیزه هم براشون گذاشته، این که آب قسمت جنوب غزه رو باز کرده. اما اسرائیل هدفش از این حملات، یعنی واقعا از دیدگاه استراتژیک، این هست که برای همیشه حماس رو نابود بکنه، تمام منابعی رو که حماس بهش دسترسی داده از بین ببره، مراکزش، تونل‌های زیرزمینیش، و به عبارت دیگر نقطه پایانی بذاره برای حماس که بتونه، که همانند گذشته نتونه واقعا غزه رو اداره بکنه. این هدف نهایی و واقعی. اما در انجام این کار باید تاکتیکایی رو هم در نظر بگیره. از نظر تاکتیکی باید خیلی مواظب باشه که هست، که نتونه، یعنی جان اون گروگان ها رو به خطر نیندازه. این برای اسرائیل بسیار مهمه. چطور آقای آریان میتونه، یعنی این چالش ها چه خواهد بود؟ به ویژه اینکه الان میبینم فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل گفته دارن شرایط رو برای حمله زمینی مؤثر آماده میکنن، یعنی این حملات هوایی به نوعی زمینه ساز اون حمله زمینی خواهد بود. به چه شکل این کار انجام میشه؟ 100%. برای اینکه این حملاتی رو که حالا انجام داده، ما صحبت از حملات میکنیم، یعنی بیش از 6000 بمب تا حالا فرو ریخته شده بر روی به حساب غزه، یعنی تمام زیر ساختاراش از بین برده شده. ولی حماس به هر حال تونل های زیرزمینی داره که در گذشته میدونیم بخشی از این تونل های زیرزمینی از زیر دیوارهای حفاظتی رو که اسرائیل کشیده بود
به داخل اسرائیل رفت که اسرائیل اینا رو نابود کرد و برخی از اینا 70 متر زیر زمینه. بنابراین اسرائیل برای اجرای این کار ممکنه حتی با جنگ‌های خیابانی مواجه بشه، یعنی اون پیکارجویان و حماسی‌ها بتونند از اونچه که پیش اومده و آشنایی که به محیط دارن صدماتی به اسرائیل بزنن. بنابراین باید اسرائیل اینها رو پیش بینی بکنه که کرده و در این حال تاکید کردن مسئله گروگان هاست. اون چرا که در گزارش شما بود در ارتباط با شمال و باز شدن جبهه جدید، به باور من این حملات گاه به گاه که داره حزب الله انجام میده فقط برای خالی نبودن عریضه است و باز کردن جبهه جدید و صحبتهایی رو که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی زده، واقعا در عمل این فکر نمی کنم که چیزی ما ببینیم. این بیشتر جنبه حمایتی داره. جمهوری اسلامی خودش به باور من وارد جنگ نخواهد شد، برای اینکه این در دکترین نظامیش نیست و همیشه سعی میکنه از طریق نیروهای نیابتی این کار رو انجام بده. ولی با توجه به وضعیتی رو که در لبنان هست، 70-80% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، اگر حزب الله بخواد چون این کاری بکنه که امکانش کم هست، حتی موجودیت خود حزب الله زیر سوال میره. به با توجه به تمهیداتی رو که آمریکا قائل شده در منطقه با ارسال ناوها، این واقعا یک حالت خودکشی برای حزب الله خواهد داشت. اینها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره و در عمل امکانش به باور من ناچیز هست. سپاسگزارم از شما. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل با ما. اما بریم به تل‌آویو و تصاویر زنده ببینیم از نشست خبری سناتورهای آمریکایی. چاک شومر رو می‌بینید، سناتور شناخته شده ایالات متحده، که صحبت می‌کنه در از آغاز جنگ اسرائیل و حماس ایالات متحده و بسیاری از سناتورهای آمریکایی از اسرائیل حمایت کردن. الان هم خودشون رو به تل‌آویو رسوندن برای این حمایت. همزمان با حضور اونها البته حماس هم راکت‌هایی رو به سمت تل‌آویو پرتاب کرده که ابتدای برنامه بابک اسحاقی همکارم در مورد اون توضیح داد که این نشست هم برای دقایقی به تعویق افتاده اما نهایتاً برگزار شده. تصاویر زنده. رئیس امور استراتژیک وزارت خارجه اسرائیل گفته جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک جبهه جنگ جدید علیه اسرائیل. جاشوا زرکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران قصد داره از طریق انتقال تجهیزات به سوریه به نیروهای مقاومت کمک کنه. همونطور دیشب اکسیوس گزارش داده بود جمهوری اسلامی در پیامی به اسرائیل گفته تمایلی به تشدید تنش نداره، اما در صورت ادامه پیدا کردن عملیات اسرائیل در نوار غزه در جنگ مداخله میکنه. مهران انصاری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن چون با ما همراه میشه. آقای انصاری، واکنش های جمهوری اسلامی، روی کردی که پیش گرفته از آغاز این جنگ رو چطور میبینید؟ از یک طرف این پیامی که داده هم دو پهلوه، گفته نمیخوایم تنش ها بیشتر بشه اما لازم باشه دخالت میکنیم. درود بر شما و درود بر ملت بزرگ ایران. من اول یه نکته به صورت خلاصه بگم که آن چیزی که ما همواره میگیم که سر این عقیده در تهران هست، از همین پیامی که حالا ظاهراً وزیر خارجه جمهوری اسلامی داده خیلی روشن و مشخص. اما من برای اینکه بتونم عملکرد و واکنش‌های جمهوری اسلامی رو ارزیابی بکنم، به سه یعنی باید ترسیم بکنم که جمهوری اسلامی چه وضعیتی قرار داره. موضوع اول این هست که جمهوری اسلامی پس از اتفاقاتی و خیزش‌های مردمی که پس از آبان 95 دی 96 و همینطور انقلاب ملی اخیر که پس از قتل دختر ایران نحسا اتفاق افتاد، وضعیتش به مراتب و به مراتب شکننده تر از قبل شده در داخل و بسیاری از نیروهایی که یک زمانی حامی خودش هم بودند ریزش کردن. از طرفی در خارج از کشور اون اکو و لابی جمهوری اسلامی هم به شدت تضعیف شده، جوری که برخی از اونها هم ریزش کردن یا صدایی ندارن، یا همین اواخر هم که مشخص شد که با دلایل و مدارک که برخی از همونها حتی با جمهوری اسلامی در ارتباط بودن، پس در اونجا هم دچار مشکل هست. موضوع بعدی این هست که آنچه که دنیای آزاد به عنوان تروریسم میشناسه، جمهوری اسلامی و شرکاش به عنوان محور مقاومت میدونن، یعنی اساساً بحث حماس، حزب الله و آنچه که اینها بهش آرمان فلسطین میگن یک موضوع حیثیتی است برای جمهوری اسلامی. به همین دلیل
این حمایت و مداخله جمهوری اسلامی در این تنازعی که وجود داشته همواره چیز جدیدی نیست. هم رهبر جمهوری اسلامی بارها این رو تاکید کرده و هم سران حماس و حزب الله و مبقی بارها تشکر کردن از حمایت‌های مالی، تسلیحات و چیزهای دیگر. من فکر میکنم که اینجا فرقی که اتفاق افتاده این هست که اسرائیل به روشنی گفته که بعد از این حملات تروریستی حماس میخواد یک بار و برای همیشه ریشه حماس رو بخشونه. این خشکاندن ریشه حماس معنیش برای جمهوری اسلامی خشکیدن محور مقاومت هست، آنچه که اونها بهش محور مقاومت میگن، و خشکیدن تمام پروپاگانداهاش هست. به همین دلیل من فکر میکنم که ممکن هست جمهوری اسلامی بخواد کارهایی بکنه از فرستادن نیروی نیابتی یا چیزهای از این دست، اما مسئله اینجاست که من بعید میدونم که بتونه این پروپاگاندا دیگه خریداری بین مردم داشته باشه، با توجه به اینکه مردم خیلی روشن دارن میگن بین که مردم ایران شاید آقای انصاری نداشته باشه، ولی صحبت از همون محور مقاومتی که ازش نام میبرن اونجا، ولی به نظر میرسه که اینطور نیست. ببینید اون بحث محور مقاومت هم که وجود داره این هست که حتی اون چپ‌های پروگرسیو، حتی اونهایی که تا همین یه مدت قبل حمایت می‌کردند از حماس و این چیزهایی که شبیه به عنوان آرمان فلسطین گفته میشه، حتی در بین همونها هم ریزش اتفاق افتاده بعد از دیدن این توحشی که حماس به خرج داد. به همین دلیل من فکر میکنم جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بحرانزا و بحرانزیست بیشتر این رو برای مصرف داخلی داره استفاده میکنه، و من فکر نمیکنم که با توجه به وضعیتی که الان وجود داره در ایران و وضعیتی که به خصوص همین اواخر دیدیم وقتی که اون پرچم فلسطین رو در ورزشگاه آوردن، اون پیام روشن مردم توی ورزشگاه و صریحشون، من بعید میدونم که دیگه خریداری داشته باشه در داخل. سپاسگزارم از شما مهران انصاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از مادرید، تجمعی که حامیان فلسطین در اسپانیا تشکیل دادن. این تجمعات در سری از شهرها و کشورهای به ویژه اروپایی برگزار شده، اینجا در ایالات متحده هم بوده اما گسترده ترش در اروپا و بریتانیا بوده، که چالش‌هایی رو هم البته برای برخی از دولت‌ها و همینطور درگیری‌هایی رو هم ایجاد کرده. الان در این تظاهرات حامیان فلسطین رو می‌بینید در اسپانیا. اما همزمان با ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در حمله حماس علیه اسرائیل، استفاده از تسلیحات ساخت ایران در این حمله توجه‌ها را به خودش جلب کرد. ابزرور فرانس 24 در گزارشی به سلاح‌های استفاده شده در این حمله پرداخته و نوشته بخش زیادی از اونها از جمهوری اسلامی تأمین شده. حتی منشأ بعضی سلاح‌های ساخت غزه هم ایران بوده. بخش کوچکی از سلاح‌ها هم از کره شمالی و روسیه تأمین شده. این گزارش اضافه کرده سلاح‌های استفاده شده در این حمله هم جدید نبود و قبلا در رژه‌های نظامی و ویدیوهای تبلیغاتی به نمایش در اومده بودند. ارشاد علیجانی، روزنامه‌نگار و نویسنده همین گزارش از پاریس، با ما همراه میشه. خوش اومدین آقای علیجانی. در بررسی سلاح‌هایی که حماس استفاده کرده در این حمله مشخص، شما به چی رسیدین؟ من البته در ابتدا به یک نکته اشاره کنم که گزارشی که ما در فرانس 24 تهیه کردیم یک به اصطلاح افشاگری خیلی در داخلش وجود نداره. این اطلاعاتی بوده که سالها برای کارشناسای جنگی، کارشناسای نظامی در اختیارشون بوده، با توجه به ویدیوهایی که حماس یا جهاد اسلامی از غزه منتشر می‌کردن. ما فقط این تصاویر جدید از حملات جدید رو بررسی کردیم با تصاویر قدیمی که خود حماس یا حزب الله ببخشید جهاد اسلامی منتشر کرده بودن، با اونها مقایسه کردیم و با مشورت چند کارشناس مسائل نظامی این در واقع جایی که این سلاح‌ها ساخته شده بودن رو بررسی کردیم. فقط در ابتدا گفتیم سوریه در واقع روسی هست، البته خب سلاح‌های روسی هم خیلی زیاد هست، مثل کلاشنیکوف که تقریبا همه جای دنیا در دسترس هست، ولی اون سوریه که روسیه که فرمودین، فکر میکنم منظورتون روسیه سوریه بود در روسیه. سلاح‌هایی که از طرف جمهوری اسلامی، حالا ساخت جمهوری اسلامی بوده و منتقل شده به غزه از طریق همین تونل‌های زیرزمینی که برخی دیگه از کارشناساتون هم مطرح کردن، یا به طریق دیگه با راهنمایی کارشناسی دادن نقشه‌ها و فرستادن کارشناس تونستن در خود غزه تولید کنن، چند دسته هستن، مثل خمپاره ها، راکت ها و مین های ضد تانک
همچنین موشک های مختلف از مثل موشک های فجر 3، فجر 5 یا موشک های خانواده زلزال که در غزه در واقع کپی شدن و اونجا ساخته شدن و چیز دیگه‌ای که اونجا در این حملات زیاد دیدیم پهپادها بودن، پهپادهایی مثل پهپادی که در غزه به اسم شهاب اسم گذاری شده، در ایران به اسم ابابیل دون رو میشناسن. این جزء پهپادهایی هستش که سپاه در اختیار خیلی از پروکسی‌های خودش در خاورمیانه قرار میده، مثلا همین پهپاد در اختیار حوثی‌ها در یمن هم هست به اسم قاصف دو، یا ابابیل دو رو داریم که ببخشید، یا پهپاد دیگه ای رو داریم که جهاد اسلامی در این حملات ازش استفاده کرده که اونها اسمشو گذاشتن صیاد انتحاری، در ایران به اسم صیاد یا شاهد ایکس بیشتر شناخته میشه، مثلا منابع آمریکایی به اون شاهد ایکس میگن، که باز هم این جزء پهپادهایی است که در اختیار خیلی از پروکسی‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه هست، مثلا باز حوثی‌ها بهش میگن صماد یک، و یک سری تفنگ به اصطلاح تسلیحات شخصی هم در اونها در بین اونها دیده میشه، مثل ماشین، مثل رایفل مثلا صیاد یا مسلحه سلاح صیاد، سلاح ضد سنگر در واقع بهش میگن، آنتی ماتریال صیاد، و یک سری تیربارهای دیگه ای که ساخته ایران. سپاسگزارم از شما ارشاد علیزاده، روزنامه‌نگار از پاریس ما را همراهی کردم. همزمان با ادامه حمله‌های هوایی اسرائیل به نوار غزه، درخواست جابجایی شهروندان این منطقه و بالا گرفتن احتمال حمله زمینی، درخواست‌ها برای ایجاد کریدور بشردوستانه برای خارج کردن فلسطینی‌ها از نوار غزه با واکنش کشورهای عرب همراه بوده. مصر به عنوان تنها کشور خارجی که با نوار غزه هممرزه و اردن که در همسایگی کرانه باختری قرار داره، هر دو درباره موج مهاجرت فلسطینی‌ها هشدار دادن و گفتن اونها باید در خونه‌هاشون بمونن. اکونومیست در گزارشی اشاره کرده علاوه بر مشکلات اقتصادی و بدهی‌های خارجی مصر، این کشور نگرانه که در صورت پذیرش پناهجویان فلسطینی مجبور باشه خودش امکانات لازم رو برای اونها تامین بکنه. قسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما همراه میشه. آقای آشور، دقیقاً چه نگرانی‌هایی دارن مصری‌ها و اردنی‌ها و آیا کشورهای دیگه نمیتونن در تامین این موارد و رفع این نگرانی‌ها بهشون کمک کنن؟ بله، ببینید، نگرانی اینها به دلیل تاریخ گذشته هستش. مثلا در غزه همین الان 70% ساکنین غزه آوارگانی هستند که از غزه بزرگتر اومدن. در واقع غزه 50 سال پیش حدود 2.5 برابر این غزه بود. اسرائیل ها اینها رو بیرون کردن، به گوشه ای از غزه بردن و بقیه زمین رو در واقع به اسرائیل اضافه کردن. ترس اصلی مصر این نیست که اینها نتونن برای مدت کوتاهی تأمین بکنن وضعیت اینها رو، بلکه ترس اصلی این هستش که اصولاً اسرائیلی‌ها قصدشون این هست که اینها رو از غزه خارج کنن، به درون مصر ببرن و این زمین رو هم به اسرائیل اضافه کنن، و به معنای اینکه دیگه اجازه ندن که فلسطینی‌های ساکن غزه به غزه برگردن. دلیل اصلی این که در سال‌های گذشته هم در واقع مصری‌ها این رو قبول نکردن. بارها اسرائیل اصرار کرده که بیایم غزه ها رو به داخل مصر منتقل کنیم و به جای اون به مصر نه تنها به مقداری از زمین اسرائیل رو بدیم، بلکه پول هم بدیم که برای اینها مثلا اونجا بیاد در واقع اینها رو اسکان بده. در سالهای گذشته همیشه این رو مصری ها رد کردن. خود فلسطینی ها، خاصتا رهبری فلسطین یعنی حماس در غزه و سازمان خودگردان در پرانه باختری، هم این رو رد کردن. چرا؟ چون اینها میدونن در صورت خروج اینها همون اتفاقی خواهد افتاد که در سال 1948 افتاد و در واقع اسرائیلی ها فلسطینی ها رو از زمین هاشون بیرون کردن و اون زمین ها رو به اسرائیل زمینه کردن. مسئله دوم، مسئله این هستش که در غزه الان
شاهد هستیم که تمام غزه در واقع ساختمان‌های بلند هستش، یعنی ساختمان 5 طبقه تا 10 طبقه هستش. چرا؟ به خاطر اینکه اصولا اونجا جای زیادی نیست که برای اینها زندگی بکنن. اگر اینها رو به مصر ببرن، در واقع داخل صحرای سینا قرار بدن، حتی برای در واقع اسرائیلی‌ها بگن به طور موقت و واقعا این منظورشون باشه، اونجا در واقع اینها در صحرای زندگی خواهد کرد که نه آب وجود داره، نه غذا، نه هیچ چیز دیگه. در واقع در اینها در چادر زندگی خواهد کرد و اصولا این امکان پذیر نیست. وضعیت زندگی اینها خیلی بدتر از این خواهد شد که الان دارن. سپاسگزارم از شما غسان آشور، ترگیر مسئله خبرمین از بستان با ما. اما خبری فوری داریم. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد درباره حمایت از حمله حماس به اسرائیل گفته اگر اسرائیل قصد حمله به ایران، منافع و اتباع اون رو نداشته باشه، ایران در این درگیری مداخله نخواهد کرد و جبهه مقاومت توانایی دفاع از خودش رو داره. همونطور که گفتم، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد گفته اگر اسرائیل قصد حمله به ایران، منافع و اتباع اون رو نداشته باشه، ایران در این درگیری مداخله نخواهد کرد. اما به دنبال موضع‌گیری‌های متفاوت مقام های اتحادیه اروپا در مورد درگیری حماس و اسرائیل و انتقاد از رئیس کمیسیون اروپا به دلیل عدم هشدار به اسرائیل درباره عواقب تخلیه اجباری غزه، شورای اروپا در بیانیه تازه موضع رسمی 27 کشور عضو رو مشخص کرده. این بیانیه حملات حماس رو تروریستی و وحشیانه میخونه و میگه هیچ توجیهی برای ترور وجود نداره و اتحادیه اروپا از حق اسرائیل برای دفاع از خودش مطابق قوانین بین الملل و بشردوستانه حمایت میکنه. در این بیانیه اومده ما بر اهمیت تضمین حفاظت همیشگی از همه غیر نظامیان مطابق با حقوق بشر دوستانه بین الملل تاکید میکنیم. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما همراه میشه. نیلوفر، اختلاف نظر زیاد وجود داشت اونجا در اروپا، الان به نظر میرسه که به یک اجماعی رسیدن برای صدور این بیانیه. بله، به نظر میرسه که مقام های اتحادیه اروپا هر کدوم موضع خودشون رو بیان میکردن بدون اینکه مثل قبل با هم مشورت کنن به یک موضع یا یک جنبندی کلی برسن. به همین دلیل انتقادهای بسیاری شده بود بعد از اینکه اورسولا واندرلاین به سفر کرده بود به اسرائیل و سخنانی گفته بود که در اون به گفته بسیاری اشاره نکرده بود به اینکه تخلیه در واقع ساکنان غزه از شمال به جنوب در 24 ساعت غیر ممکنه و این اقدام رو به نوعی در موردش هشدار نداده بود به اسرائیل. به همین دلیل بود که مثلا ما امروز دو بیانیه رو دیدیم. یک بیانیه‌ای که در سخنان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمده بود و در پکن با خبرنگاران صحبت کرده بود و در اونجا اشاره کرده بود که سیاست خارجی اتحادیه اروپا رو شورای اروپا و وزیران خارجه، یعنی بخشی که او زیر نظر داره، رهبری می‌کنه. اشاره کرده بود دوباره به حق اسرائیل برای دفاع از خودش، ولی گفته بود این یک محدودیتی داره و این محدودیت قوانین بین‌المللیه، بنابراین باید تحت قوانین بین‌المللی این دفاع از خودش رو انجام بده و اشاره کرده بود به صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل و اینکه تخلیه 24 نفر، تخلیه 24 ساعته حدود 1 میلیون نفر خودش میتونه یک بحران انسانی بزرگی رو به وجود بیاره. بعد از اون بود که شارل میشل رئیس شورای اروپا بیانیه‌ای رو منتشر کرد که این بیانیه گفته میشه موضع کشورهای در واقع 27 کشور عضو اتحادیه اروپا است. در اون همونطور که بخشایش رو اشاره کردی، دوباره به حق اسرائیل تاکید شده. در اون از حماس خواسته شده تا هر چه سریعتر همه گروگان‌ها رو آزاد بکنن و گفتن که کار می‌کنن برای دوباره بحث راه حل دو کشوری. همین دقایقی پیش وزیر خارجه فرانسه هم که الان در اسرائیل هست صحبت‌هایی رو کرده، اشاره کرده به اینکه حماس فلسطینی‌ها رو به گروگان گرفته، گفته هیچ چیز ترور رو در واقع توجیه نمی‌کنه و اشاره به این کرده که کمک‌های بشردوستانه باید بلافاصله وارد غزه بشه برای مردمی که به اون نیاز دارن و او هم اشاره کرده به اینکه حق دفاع اسرائیل برای حق مشروع اسرائیل برای دفاع از خودش باید بر اساس قوانین بین الملل و قوانین بشر دوستانه باشه. این موضعیه که به نظر میرسه اتحادیه اروپا حالا میخواد روش تاکید بیشتری بکنه. قرار هست که سه‌شنبه هم یک جلسه فوری سران رو تشکیل بدن. نیلوفر پور ابراهیم، همکارم از پاریس، ممنونم ازت نیلوفر.
همچنان پوشش ویژه تیتر اول رو تماشا میکنید از جنگ اسرائیل و حماس. دقایق پیش تایمز اسرائیل گزارش داد افسران ارشد نیروی زمینی اسرائیل در روزهای گذشته بالای نوار غزه پرواز کردند تا مسیری رو که انتظار میره ارتش اسرائیل از اونجا حمله زمینی به نوار غزه رو شروع کنه بررسی بکنن. میدونیم که اسرائیل گفته داره آماده میشه برای حمله زمینی به غزه و اینکه ولی اینکه این تصمیم کی گرفته بشه و این حمله کی انجام بشه دقیقاً مشخص نیست. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر منطقه خودش برای گفتگو درباره جنگ در اسرائیل و نوار غزه وارد مصر شد. وزیر خارجه ایالات متحده پس از حمله حماس به اسرائیل سفر کرد و همینطور به اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی رفت و با مقام‌های این کشورها دیدار کرد. او که امروز دیداری حدوداً یک ساعته با ولیعهد عربستان سعودی در اقامتگاه خصوصی محمد بن سلمان داشت، این دیدار رو بسیار سازنده توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا فردا مجدداً به اسرائیل سفر می‌کنه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ما همراه میشه. آرش، یک تغییر برنامه‌ای در سفرهای آقای بلینکن دیده میشه؟ قرار نبود دوباره به اسرائیل سفر کنه، اما مشخصاً سفر مجدد به اسرائیل هم در برنامه‌شه. قرار نبود خیلی از این سفرها رو بره. الان یک وضعیتی است که وضعیت اضطراری است و وضعیت به قول آمریکایی‌ها سیال هست. الان مشخصاً دستگاه دیپلماسی آمریکا داره کار میکنه به شدت تا بتونه نه تنها حمایتش از اسرائیل نشون بده، نه تنها نیروی بازدارندگی رو بخواد به بقیه به قول خود آمریکایی‌ها کشورها یا سازمان‌هایی که احتمالاً ممکنه بخوان از آب گلالود ماهی بگیرن نشون بده، بلکه باید بحران پناهجویان رو هم حل بکنه. امروز آقای جک سالیوان مشاور ارشد امنیت ملی در برنامه آقای جک تپر در CNN بود، یک بایتی از آقای آنتونی بلینکن گذاشتن وزیر امور خارجه مال یک سال پیش، موقعی که روسیه حمله میکرد به اوکراین، اون موقعی که روسیه برق، آب و گاز و نیازهای اولیه مردم رو قطع کرده بود و اون موقع آقای بلینکن این حرکت پوتین رو بربریت خونده بود. اینو واسه آقای جک سالیوان گذاشتن، گفتند که یک سری از اون افرادی که الان توی اون کشورها هستن، اون شهروندان عادی، الان چه فرقی بین این دوتا وجود دارد؟ و آقای جک سالیوان گفتش که سیاست آمریکا در این زمینه تغییر نکرده است، به اسرائیل فشار می آورد که بخواهد آب، برق، احتیاجات اولیه، حقوق اولیه انسانی رو به مردم نوار غزه برسونه و از اون ور هم داره سعی میکنه با دولت مصر توافقاتی رو انجام بده برای اینکه مرز رفح رو باز بکنند، یک سری از دوتابعیتی ها خارج شن، یک سری از دارو و غذا و نیازهای اولیه وارد بشه. ولی وزیر در واقع سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد بعد اومد اون برنامه و گفت قطع آب و برق و خیلی از این مایحتاج اولیه به خاطر این بوده است که حماس اونها رو ترکونده، لوله های آب رو ترکونده، پست های برق رو ترکونده و اسرائیل داره تلاش خودش رو میکنه که هرچه زودتر این مایحتاج رو به مردم غزه برسونه. ممنونم ازت همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا. اما جنگ اسرائیل و حماس در روز نهم تنش‌ها رو در خاورمیانه بالاتر برده. در ساعتی پیش اسرائیل مواضع حزب الله رو در لبنان به صورت محدود هدف قرار داده. در جنوب حماس به پرتاب راکت ادامه میده و اسرائیل همچنان به بمباران نوار غزه. ناوهای آمریکایی هم که می‌دونیم در دریای مدیترانه مستقر شدن. همزمان اسرائیل آمادگی کاملش رو برای حمله نظامی از طریق زمین به غزه اعلام کرده و به حزب الله هشدار داده که از اون چه برای حماس رخ میده درس بگیر. امروز مشاور امنیت ملی کاخ هم درباره حضور ایران و دخالتش هشدار داده. همراه میشیم با بابک اسحاقی، همکارم از تل آویو. بابک، مشخصا میدونم که جزئیات تازه‌ای راجع به حمله احتمالی زمینی اسرائیل داری که برامون بگی. نیروی هوای اسرائیل اعلام کرده که آمادگی زمینی را برای ورود نیروهای زمینی ایجاد کرده و پوشش هوایی کامل در حین ورود نیروهای زمینی آماده هستش. امروز نیروی هوای اسرائیل شدت حملات به غزه را کاهش داده. این شاید نشانه این باشه که بانک اهداف اسرائیل رو به پایان هستش و چون اسرائیل در پی ویران کردن کل غزه
نیستش و اهداف مشخصی را انتخاب کرده، این امکان وجود داره که اهداف رو به پایان هستش و زمان ورود نیروی زمینی رسیده. در این حال امروز من در خیابان‌ها و جاده‌های اسرائیل از جنوب به شمال حرکت می‌کردم. تمامی جاده‌ها به گونه‌ای در دست نظامیانی هستش که از این سو به اون سو میرن، از شمال به جنوب، از جنوب به شمال میرن. ما نیروهای زرهی، تانک‌ها، نیروهای ذخیره ارتش را می‌بینیم و این فضا فضایی هستش که نشان دهنده این هستش که اتفاقی به زودی خواهد افتاد. اما سوال بزرگ امروز در این است که پس از تسلط اسرائیل بر غزه چه خواهد شد؟ و این سوال بزرگی هستش که جواب اون هنوز برای اسرائیل معلوم نیستش و باید دید که برنامه دقیق اسرائیل پس از این حمله چه خواهد بود. نیوشا، ممنونم از توضیحاتت. بابک اسحاقی همکارم از تل آویو. اما در خبر دیگر و در ایران، دیشب داریوش مهرجویی کارگردان و وحیده محمدی فر همسرش که فیلم نام‌نویس بودن در ویلای محل سکونتشون به قتل رسیدن. ساعتی پیش پلیس از بازداشت 4 مظنون که همگی ایرانی بودند خبر داد. وحیده محمدی فر اخیراً اعلام کرده بود که با تهدید و همینطور یک مورد سرقت از منزلش روبرو شده که پیگیری‌هاشون به نتیجه نرسیده بود. پلیس تهران میگه از منزل اونها تلفن همراه و طلا سرقت شده. مهرجویی خالق چند فیلم مهم تاریخ سینما ایران از جمله گاو، دایره مینا، اجاره نشین ها و هامون و یکی از آخرین بازماندگان موج نوی سینما ایران بود. علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما با ما همراه میشه. آقای مصلح، چه مرگ عجیبی رقم خورد برای داریوش مهرجویی؟ چرا او رو از مهمترین چهره های سینما ایران میشناسن؟ به این دلیل که طی 5 تا 6 دهه آقای مهرجویی تونست یک کیفیتی رو حفظ بکنه و تعداد آثار خوب و خیلی خوبش با تقریبا میشه با هیچ کس قابل مقایسه نیست. یعنی از یک طرف تداوم داشت کارنامش برخلاف فیلمسازانی مثل ناصر تقوایی یا بهرام بیضایی که تعداد کمی فیلم ساختن، و از طرف دیگه در طی 2-3 دهه تونست این کیفیت رو حفظ بکنه، هرچند که در سالهای اخیر افت کرده بود. و از طرف دیگه یک تنوع موضوعی و ژانری در کارنامه آقای مهرجویی دیده میشه. این هم نکته مهمیه، یعنی از کمدی تا فیلم‌های اجتماعی درباره موضوع‌های ملتهب تا ملودرام‌های در واقع فمینیستی و زنانه تا فیلم‌های میشه گفتش که شخصی‌تر و فلسفی‌تر، همه اینها در کارنامه ایشونه. فقط شما فیلم هامون رو در نظر بگیرید به عنوان یک پدیده استثنایی، هر کسی همین یک فیلم رو در کارنامه داشت، شما شک نکنید که تا ابد میتونست چهره مؤثر سینما ایران باشه، چه برسه به این که داریوش مهرجویی حداقل 10 فیلم داره که میشه اونها رو از خوب تا خیلی خوب تا شاهکار درجه بندی کرد. و این باعث میشد که به نظر من تا کمتر از 24 ساعت پیش مهمترین فیلمساز و چهره زنده سینما ایران باشه، که خب الان دیگه متاسفانه اینطور نیست. و فیلم هایی که با مخاطب عادی هم به شکل قابل توجه ارتباط برقرار میکرد با اینکه در بسیاری موارد پیشگامانه تلقی میشد. اما آقای مصلح، چرا مرگ او رو یک مرگ مشکوک میدونن جامعه هنری و همینطور جامعه ایران در شوک این شیوه مرگه؟ ببینید، اولا شیوه این قتل یادآور کشته شدن داریوش و پروانه فروهره. از طرف دیگه دقت کنید 6 ماه پیش کیومرث پوراحمد به اون شکل مشکوک درگذشت. یک نکته دیگه اینه که 1 سال سینماگران در صف اول اعتراض‌ها هستن. اینها رو که کنار هم میگذاریم باعث میشه که این یک تئوری‌هایی به وجود بیاد. و شما واکنش حکومت رو ببینید، حرف‌های ضد و نقیض در این چند ساعت رو ببینید. آخرین چیزی که من خوندم اینه که در واقع در بیانیه مشترک تهیه کنندگان و کارگردانان اومده بود اونجا دوربین وجود داره، رسیدگی کنید. سخنگوی نیروی انتظامی میگه خانه مهرجویی دوربین نداشته، دوربینای شهرک هم از قبل خراب بوده. درباره آرمیتا گراوند هم میگن که دوربین نداشته اونجا. چطور میشه که هر اتفاق مورد در واقع مهمی در این مملکت میفته علارغم همه شعارها و دوربینای هوشمند و غیره،
ناگهان دوربینا از کار افتاده. خب اینا همه باعث میشه در کنار هم به نظر برسه که مرگ آقای مهرجویی سرقت یا خصومت و از این قبیل نیست. ضمن این که به نظر من هیچ امیدی هم نیست با این حکومتی که سر جاست و این مقامات نیروی انتظامی هیچ وقت مشخص بشه که واقعا چه اتفاقی برای داریوش مهرجویی و همسرش در آخرین دقایق یا ساعات افتاد و متاسفانه سینما ایران یکی از مهمترین شمایل‌های خودش رو به این شکل از دست داد. بسیار سپاسگزارم از شما علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما ما را همراهی کردن. اما تیتر اول اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایقی دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و همینطور در وبسایت ما با آدرس iraninter.com در دسترس شما خواهد بود. تا فردا همین ساعت و همینجا و تیتر اول دیگه با شما.